دستور تازه غنی به بسم الله محمدی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلیبرز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما با خبر شوید. به نقل از صفحه رسمی گزارشنامه افغانستان، دستور غنی به بسم الله محمدی، کسی حق کشتار طالب را ندارد. گزارش دهنده اصلی وضع جنگ و عقب نشینی ها به اشرف غنی احمد زی. این احمد زی دریشی پوش است، نه بسم الله محمدی. منابع موثق از قول اردو هوایی می گویند که ولی احمد زی لوی دریسیز وزارت دفاع از حملات هوایی علیه طالبان جلوگیری می کند. آقای احمد زی به جنرال فهیم رامین قمندان نیروهای هوایی گفته است که طالبان هم فرزندان این خاکند و نباید بیرحمانه بالایشان بم افگنده شود. هر طالب مادر، پسر، همسر، دختر و پسر دارد و نباید خانواده هایشان بی سرپرست شود. عملیات های طور نتنظیم شود که در اطرافشان بم پرتاب شود که طالبان ساحه را ترک و فرار کنند و برایشان آسیبی نرسد. او به نیروهای هوایی دستور داده است که از این پس تمام عملیات های هوایی مستقیما زیر نظر او انجام شود. گفته می شود که در چند روز اخیر نیروهای هوایی افغانستان ضربات سنگین و کشنده به طالبان وارد کرده اند که بیش از 100 تن طالب مسلح را در نقاط مختلف کشور از پا درآورده اند. در عین حال به نقل صفحه رسمی 8 صبح کابل، مقایسه نیروهای بسیج مردمی در عراق و افغانستان. طی سالهای اخیر برخی تحلیلگران و صاحب نظران اوضاع سیاسی امنیتی افغانستان را با عراق مقایسه کردند. هرچند تفاوت‌های زیادی میان وضعیت موجود در عراق و افغانستان وجود دارد، اما شباهت‌های فراوانی هم میان اوضاع این دو کشور درگیر جنگ موجود است. حضور نیروهای آمریکایی در عراق شاید مهمترین وجه مشترک این کشور با افغانستان باشد. در کنار این تجربه عراقی ها در جنگ های داخلی و مقاومت مقابل گروه تندرو و داعش هم می تواند برای حکومت و مردم افغانستان حائز اهمیت باشد. این روزها پس از پیشروی طالبان در برخی ولایت های افغانستان و تصرف چندین ولسوالی ها، فعالیت نیروهای بسیج مردمی در برابر طالبان آغاز شده است و شاید تجربه عراق از شکل گیری و فعالیت نیروهای بسیج مردمی برای افغانستان کارساز باشد. فعالیت نیروهای بسیج مردمی در عراق پس از سقوط شهر موصل به دست گروه داعش در سال 2014 میلادی آغاز شد. فتوای جهاد کفایی از سوی آیت الله سید علی سیستانی، مرجع با نفوذ و قدرتمند شیعه آن عراق، نقش اساسی در تقویت و گسترش نیروهای بسیج مردمی داشت. نیروهای بسیج مردمی در عراق به الحشد الشهبی شهرت دارند و شامل چندین گروه متفاوت می باشند که اکثریت اعضایشان مسلمانان شیعه مذهب و برخی اعضا و گروه های آن نیز مسلمانان اهل سنت، مسیحیان و ایزیدی ها هستند که هر کدام از گروه های بسیج مردمی با نام و نشان مخصوص خود فعالیت دارند. سازمان بدر، اصایب الاهل الحق، کتایب الحزب الله، قوات الشهید الصدر، حرکت النجبا، سرای السلام، سرای الجهاد، لواء الاکبر، سرای الاعتباد، کتایب سید الشهدا، کتایب التیار الرسولی، سرای الخراسانی، سرای عاشورا، قوات الوعد الله و فرق العباس القتاله مشهورترین گروه های بسیج مردمی عراق پنداشته می شود. این نیروها در ولایت های گوناگون به ویژه مناطقی که درگیر نبرد با داعش بود فعالیت دارند و در شکستن محاصره و پسگیری برخی از شهرهای مهم راهبردی عراق از نزد جنگجویان وابسته به گروه داعش نقش بسیار مهمی در کنار نیروهای ارتش عراق داشتند. حدود یک سال پس از آغاز فعالیت و شکلگیری نیروهای بسیج مردمی در عراق، حیدر العبادی، نخست وزیر وقت این کشور، در سال 2015 میلادی این نیروها را بخشی از ارتش کشورش اعلام کرد و فرماندهی ارشد بسیج مردمی به گونه رسمی بر عهده نخست وزیر و حکومت عراق قرار گرفت. با رسمی شدن فعالیت های نیروهای بسیج مردمی، پارلمان عراق هم دستور نخست وزیر برای فعالیت قانونی این نیروها را تایید کرد. هرچند اقدام حکومت عراق برای رسمیت بخشیدن به نیروهای بسیج مردمی یک تصمیم دشوار و جنجالی بود، اما این کار تا حدود زمینه را برای سوء استفاده از این نیروها محدود کرد.
گروه های زیر مجموعه بسیج مردمی در عراق غالباً احزاب و سازمان های سیاسی نظامی هستند که بیشتر آنها مخالفان حزب بعث و حکومت صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق می باشند. و پس از سقوط حکومت صدام برای حفظ نظام کنونی این کشور در حمایت از ارتش مسلح شده و در مقابل جنگجویان داعش به نبرد پرداختند. در افغانستان هم دیده می شود که نیروهای خیزش مردمی وابسته به احزاب شخصیت های سیاسی و فرماندهان پیشین جهادی هستند که سابقه نبرد با طالبان را دارند و شاید یکی از دلایل مسلح شدن آنان در برابر طالبان ترس از حضور دوباره طالبان و تصرف ولایت ها از سوی جنگجویان این گروه است. برخی تحلیلگران مسائل عراق باور دارند که تشکیل گروه های بسیج مردمی در این کشور سه مرحله مهم را سپری کرد که شامل فتوای آیت الله سید علی سیستانی برای نبرد با داعش، رسمی شدن بسیج مردمی از سوی نخست وزیر و در نهایت قانونی شدن بسیج مردمی از سوی پارلمان و شورای وزیران عراق بود که فعالیت شبه نظامیان بسیج مردمی را جنبه قانونی داد. در افغانستان نیز به تازگی شماری از شخصیت‌های مطرح سیاسی خواهان بسیج مردمی در برابر طالبان شده اند که این مسئله با فرایند تشکیل و تداوم کار نیروهای بسیج مردمی عراق شباهت‌های زیادی دارد. شباهت دیگر بسیج مردمی عراق و افغانستان رهبری این گروه از سوی شخصیت‌های سیاسی نظامی است. از جانب دیگر تفاوت اساسی میان نیروهای بسیج مردمی افغانستان با عراق این است که در افغانستان مرجع با نفوذ و قوی دینی مانند آیت الله سیستانی نیست و برای حضور افراد در صف نیروهای بسیج مردمی فتوای جهاد صادر نشده است. در عراق دیدگاه مشترکی وجود دارد که فتوای آیت الله سیستانی نقش بسیار مهمی در شکل گیری نیروهای بسیج مردمی داشت. تفاوت دیگر میان نیروهای بسیج مردمی عراق با افغانستان انگیزه های مذهبی برای حضور افراد در نیروهای بسیج مردمی عراق است و شمار قابل توجهی از شبه نظامیان این گروه با انگیزه های دینی و مذهبی برای جلوگیری از پیشروی داعش به گروه های بسیج مردمی پیوستند. نکته مهمی دیگر در مورد نیروهای بسیج مردمی عراق حمایت همه جانبه ایران از این نیروها است و اکثر فرماندهان ارشد نیروهای بسیج مردمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حمایت حکومت این کشور تشکیل شد. حتی برخی فرماندهان کنونی بسیج مردمی در زمان جنگ ایران با عراق و سود ایران در برابر ارتش صدام وارد جنگ شده بودند. ابو مهدی المهندس معاون فرمانده عمومی نیروهای بسیج مردمی عراق که همراه قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حمله هواپیمایی بدون سرنشین آمریکا در میدان هوایی بغداد کشته شد. بارها به گونه علنی خود را سرباز قاسم سلیمانی عنوان کرده بود و به نقش برجسته ایران در حمایت از نیروهای بسیج مردمی عراق اعتراف می‌کرد. در حالی که فعالیت نیروهای بسیج مردمی عراق در سرکوب داعش مؤثر بود و سبب شکست داعش، پسگیری مناطق تصرف شده از نزد داعش و پاکسازی شهرهای روستاها و مسیرهای جاده ها مهم ارتباطی عراق از وجود جنگجویان داعش شد. اما وابستگی برخی فرماندهان بسیج مردمی به ایران و انجام حملات پراگنده بر مواضع نیروهای آمریکایی در عراق برای حکومت این کشور مشکل آفرین شده. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.